شهر اورشلیم جدید رو خدا الان آماده میکنه. کتاب مکاشفه یوحنا این شهر رو توصیف میکنه. اورشلیم جدید حدود اندازه تمام کشور ایران است و ارتفاع این شهر از اندازه و طول و عرض همین است. خداوند عیسی مسیح به شاگردانش قول داد که او از این جهان رفت تا اتاق ها و خونه ها رو برایشان در این شهر آماده میکنه. این شهر 12 پایه و 12 دروازه داره. هرگز شب روی این شهر غروب نکنه. خدای پدر و باره یعنی عیسی مسیح نور رو برای این شهر منور میکنند. پس نور خورشید ضروری نیست. دروازه های این شهر هرگز بسته نیستند چون که شرارت اونجا وجود نداره. این شهر جایگاه و ساکن عدالت است و در وسط شهر درخت حیات هست که هر ماه میوه میدهد و برگهای این درخت برای شفای ملتها و قومها هستند. آیا شما آیا به این شهر فکر میکنید؟ آیا از عدالت و حضور خدا و نور و جلال در این شهر با امید انتظار میکشید؟ پادشاه این شهر عیسی مسیح است. قدوسیت خدا این شهر رو پر میکنه. روح القدس در تمام قلمروی این شهر ساکن هست. فقط پارسیان وارد این شهر می شوند. فقط آنها که جامعه هایشون رو در خون بره خدا شسته هستند وارد این شهر می شوند. داستان غمگین پسر برادر ابراهیم با نگاه کردن به سمت یک شهر شروع کرد. کدوم شهر بود؟ لوط به سدوم نگاه کرد. پیدایش باب 13:10 میگه آنگاه لوط چشمانش رو برافراشت و دید. او منطقه سرسبز سدوم رو دید و فکرش فقط به ثروت و آسودگی مرکز بود. بنابراین لوط این ناحیه گشنگ و پر آب رو انتخاب کرد و در نهایت او درون شهر سدوم ساکن شد. همسر و دختران لوط رفت و آمد با مردم این شهر داشتند. خونه ای خریدند. بالاخره دخترانش با دو مرد خدا نشناس از سدوم نامزد شدند. دعوت خدا برای ابراهیم عموی لوط فراموش شد. فرمان خدا تا رفتار کردن با عدالت و قدوسیت در زندگی لوط گم شده بود. الان او دوستی رو با مردم سدوم داشت. باب 19 پیدایش نشان می‌دهد چقدر شرارت این شهر زیاد بود و متن کلام خدا تأکید می‌کنه که تمام مردان در این نوع شهوت شرکت می‌کردند. آیه 4 باب 19 پیدایش میگه مردان شهر یعنی مردان سدوم از جوان و پیر همه مردم بدون استثنا خونه رو احاطه کردند. ابراهیم دعا کرده بود که خداوند این شهر رو نجات بده اگر فقط 10 نفر
عادل در این شهر باشند. اکنون می‌بینیم که مردم سدوم بدون استثناء به دنبال فسق و فجور رفتند و رفتارشون آکنده از خشونت و شهوت شده بود. کتاب مقدس شهادت می‌دهد که فقط لوط از رفتار و سلوک این مردان اذیت شده بود. پتروس در دوم نامه باب 2:8 نوشت: لوط آن مرد پارسا هر روزه در میان ایشان به سر می برد و روی پارسایش از دیدن و شنیدن کردار گبیشون در عذاب بود. ابراهیم تمنا کرده که خدا پارسایان رو با شهر ایران نابود نمی کنه. ابراهیم شفاعت کرد برای سدوم و شهر دیگر که خدا شفقت برای مردم فروتان و خدا ترس داشته باشه و خدا دعای ابراهیم رو نادیده نگرفت، بلکه 10 مردم دیندار در این شهر پیدا نشد. هنوز خدا تنها مرد پارسا رو از آن شهر رها کرده، لوط بود، و خدا همه دیگران رو داوری کرد. ولی متاسفانه نگاه کردن لوط به آسودگی و ثروتی چند سال قبل هنوز در شرارت به سر می برد. هرچند که لوط مرد پارسا بود، فساد و طمع و شهوت آن منطقه سدوم در او و فامیلش نفوذ کرد. لوط فکر کرد که در همزمان محبت از خدا و محبت از دنیا ممکن است. فریب خورد و نهایت زندگیش این حقیقت رو نشان میداد. زن لوط از صدا و حقیقت و عدالت و واقعی خدا غافل بود. وقتی که این زن این دو فرشته اون دو فرشته اعلان کردن که خدا این شهر رو نابود میکنه و همه آنها نباید به عقب نگاه کنند، زن لوط باور نمیکرد. سالهای زیاد در میان مردم خدا نشناس قلبش رو آلوده کرده بود. وقتی که او با همسر و دخترانش از سدوم فرا می کرد، زن لوط درنگ کرد. هنوز آتش از آسمان نمی افتاد و او از خودش پرسش کرد: چرا خونه و دوستان و زندگی راحتی از دست کشیدین؟ داوری خدا واقعا می آید؟ و زن لوط کلام فرشتگان رو باور نکرد و به سمت خونه برگشت. بنابراین او نابود شد. دختران لوط بهتر نشده بودن. لوط آنها رو به مردم سدوم نامزاد کرد. و وقتی که لوط به این دو مرد آشکار کرد که شهر نابود خواهد شد، آنها خندیدند. میبینیم که این دو مرد از کلام و قدوسیت خدا هیچ آگاهی و احترامی نداشتند.
در حقیقت آنها عضویت در جمعیت مردان بیرون از خونه لوط آن شب داشتند. با این حال لوط دختران خود را به این دو مرد گول زد. لوط حتی دختران خودش رو به تمام مردان برای لذت بردن پیشنهاد کرد. لوط چه کار میکنه؟ خوشبختانه فرشتگان پامیان میگذارند و مردم سدوم رو کور کردند. ولی این رو روش سدوم فکر و رفتار دختران لوط رو نفوذ کرده بود. بنابراین مدتی بعد آنها پدرشون رو شراب دادند، مست کرد و با او هم بستر شدند. و این نهایت داستان پسر برادر ابراهیم است. غیر از اکثریت مردم کتاب پیدایش از خبر سن و مرگش نداریم، از محل دفنش نداریم. آخرین داستان لوط خیلی شرمنده است و از او بیشتر خبر نداریم. تمام این داستان بدبختی با نگاه طمع و حرص شروع شد. لوط این دنیا رو انتخاب کرد و هرچند که عمویش برای او شفاعت کرد و از سبب این خدا لوط و فامیلش رو از نابودی سدوم نجات داد، فساد و شریر و سدوم در خود او و فامیلش هنوز وجود داشت. آنها از سدوم بیرون آمدند ولی سدوم از آنها بیرون نیامد. چرا؟ لوط بیشتر از خدا آسودگی و ثروتی و راحتی این دنیا رو دوست داشت. نگاه کردن لوط به سمت شهر خدا نبود، به سمت اورشلیم جدید نبود. نگاه کردن لوط به سمت شهری این دنیا بود. قلب او از مالهای این دنیا و شرارت بیشتر از ثمرات روح خدا پر بود. عبرانیان باب 11:13-16 میگه اینان همه در ایمان درگذشتند، در حالی که وعده ها رو هنوز نیافته بودند، بلکه فقط آنها رو از دور دیده و خوش آمد گفته بودند. ایشان تصدیق کردند که بر زمین بیگانه و غریبند. آنان که چنین سخن میگویند آشکارا نشان میدهند که در جستجوی وطنی هستند. اگر به سرزمینی که میاندیشند ترکش کرده بودند فرصت بازگشت میداشتند، اما مشتاق سرزمینی نیکوتر بودند، مشتاق وطنی آسمانی. از همین رو خدا آر نداد خداییشان خوانده شود، زیرا شهری برایشان مهیا کرده است. تراژدی زندگی لوط نتیجه اولویت او بود. همه ایمانداران تمام تاریخ جهان افتضاح و بدنامی لوط رو یاد می آوردند، چون که او جای برکت نزدیک ابراهیم رو رها کرد و به دنبال تجملات این دنیا رفت.
لوت و خانواده‌اش هرگز برگشت نکردند. داوری خدا ضد گناه و حرص و طمع و ظلمت و شرارت این دنیا می آید. باب 19 پیدایش شهادتی است که صبورانه خدا حد داره. بالاخره خدا تمام شریر و گناه جهان رو متوقف میکنه و مردم که اعتراف میکنن که گناهکاران هستند و حقیقت را دوست دارند و بخشش و فیض خدا رو میپذیرند در شهر اورشلیم آسمانی خوش آمد میشوند، ولی مردم که خدا رو دوست ندارند ولی خودخواهان به دنبال ثروت و آسودگی و تجملات دنیاوی رفتند گزاوت میشوند. اعلان پتروس در روز پنتکاست هنوز درسته. از اعمال رسولان باب 2:40 پتروس فرمود خود رو از این نسل منور براهانید. اگر ما خودمون رو از افکار و اولویت ها و اهداف و امیال این دنیا رو رها نمی کنیم زیر قضاوت خدا ضد شریر می افتیم. پیام کلام خدا از باب اول تا آخرین کلمه واضح است. ما از گناهمون باید توبه کنیم و در ایمان در فیض خدا از بخشش او تمنا کنیم. ما باید پشتمون به این دنیا قرار دهیم و به دنبال پادشاهی خدا بریم. اگر در حقیقت این کار رو انجام دهیم، حتما خدا ما رو در خون پاک و قدوس پسر او میشوید و روح او رو به ما میدهد. روح خدا سپرده و بیانه است که شهروندی ما در اورشلیم جدید است. دیگر نه به شهرهای این دنیا تعلق نداریم. برعکس در آب تعمیدی شسته ایم و نگاه کردنمون به سمت چیزهای اینجا نیست. امیدمون اکنون اونجاست و از آسمان با انگیزه منجیمون رو انتظار میکشیم. نهایت لوت رو نمیدونیم. آیا او مثل مردم هست که به سختی نجات مییابند؟ ما هشدار رو در زندگی او توجه میکنیم و در خاتمه از رسول یوحنا نقل قول میکنم. یوحنا نوشت در اول نامه باب 2:15-17 دنیا و آنچه را در آن است دوست مدارید. اگر کسی دنیا را دوست بدارد، محبت پدر در او نیست. دنیا و هوس‌های آن گذراست، اما آن که اراده خدا را به جا می آورد تا ابد باقی میماند. آمین.